میگویند صاحب یک مغازه خوراکواری در شهر موصول عراق دفتر را با قرصای مشتریانش سوزاند. مرد با نام موزان در صفحه فیسبوکی خود نوشت: خداوند شاهد است به هر چی من میگویم. هر کسی از من قرضدار است. این هدیه ای من در آستانه ماه رمضان است. در دعاهای خود مرا فراموش نکنید. موزان پیش از آن که دفتر قرضدار را سوزاندند گفت که مردم یک وضع دشواری اقتصادی را از سر می گذرانند. بنابر این تصمیم گرفت که تا ماه رمضان دفتر را سوزاندند و قرض مردم را ببخشد. ماشاءالله، خداوند فیض و برکتش را از این دیده زیاد کند. سلام علیکم برادران عزیز، با شما توصیه می کنم که پست ام پلیوس برای پروستاتیت، برای خنک زدگی استحصال ترکیه است، ارگینالای با تمام شهرهای روسیه را دستفکه داریم، به تاجیکستان متاسفانه نیست دستفکه 1200 روبل اکثر رفته است برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکات برادران عزیز و خواهران مهربان، آمد آمدی ماه شریف رمضان بر همه شما مبارک باشد. علاکه دو روز دیگر ماند، روز سوم در این وقت همه ما روزه دار می شویم ان شاء الله. خداوند از ماه رمضان تا ماه رمضان چی گناهی چی خطایی کردیم ببخشد. و این ماه شریف رمضان ماه بزرگ، ماه فیض و برکت است ان شاء الله. خوب یک قصه کوتاه نقل می کنیم به خاطر ان همین موضوعی که امروز کردیم، بعدا با صحبت خود را ادامه می دهیم، شاید این برای همه ما عبرت شود. میگویند صاحب یک مغازه خوراکواری در شهر موصول عراق دفتر را با قرصای مشتریانش سوزاند. مرد با نام موزان در صفحه فیسبوکی خود نوشت: خداوند شاهد است به هر چی من میگویم. هر کسی از من قرضدار است. این هدیه ای من در آستانه ماه رمضان است. در دعاهای خود مرا فراموش نکنید. موزان پیش از آن که دفتر قرضدار را سوزاندند گفت که مردم یک وضع دشواری اقتصادی را از سر می گذرانند. بنابر این تصمیم گرفت که تا ماه رمضان دفتر را سوزاندند و قرض مردم را ببخشد. ماشاءالله، خداوند فیض و برکتش را از این دیده زیاد کند. البته امروز هست در بین مردم ما هست بعضی سوداگرهایی که از فرصت استفاده برده نرخ نوار را بالا میکند و مردم ناعلاج خریداری میکنند. و ما نیز خواهش میکنیم از همان سوداگرهایی که کمی به وضع اقتصادی مردم نگاه کنید، نرخ نوار را بلند نکنید، ارزان کنید تا فیض و برکت، خیر و سخاوت در کسب کارهای شما باشد. و البته ماه رمضان ماه بزرگی هست، از جای این ماهی هست که سردار ماه هست، یعنی که حضرت یوسف چگونه که سردار برادران بود، یعنی که از 12 برادر که از یک فرزندان حضرت یعقوب بودن، حضرت یوسف نیز پیامبر شده برآمد. این ماه رمضان هم در نزد خداوند از دیگر ماه دیده خیلی قدر و قیمت خود را دارد. خداوند متعال همه ما را داشتن ماه شریف رمضان را، روزه گرفتن را نصیب گرداند.